خوشید و صبح بخیر خدمت شما همه همکاران عزیزتون و مردم عزیزی کشور. مشکر، خوش آمدید. گوشیتون پیدا شد؟ نه، آره من دیدم که مثل به شکل عجیبی هفته پیش گوشی شما رو زدن. خودتونم آسیب دیدیم. بله، توی خیابون یه اتفاق افتاد و دزدان اومدن حمله کردن، سرقت بردن. من بحث گوشی کردید یه خاطره بگم. خب مدتی پیش پدر شما به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش بله کنه. رفت اسم شما سعید اکبری، منم سعید اخباری. توی انگلیسی یه اچ فقط فرق اینه. یه دفعه تو یه روز دیدم هی اس ام اس برام میاد، پیام تسلیت برام میاد، سعید جان فوت پدرت رو تسلیت میگیم. اونجا متوجه شدم که خیلی دوستان اشتباه میکردن. این اون به جای اینکه برای من پیام بفرسته، برای شما پیام میفرسته. من پدرم و کرامم خدا طول عمر بهشون بده و خدا رحمت کنه. قربون شما، خدا عزتتون رو براتون حفظ کنه. خدا شکر آسیب جدی ندیدید، مثل که تو این دوزی که ازت نه، ولی خب دیگه یه ضربه محکمی هم بهتون. بله من داشتم راه میرفتم یه دفعه متوجه یه سوزشی تو کمرم شدم، تا برگشتم دیگه دیدین گوشیه خلاصه رفته دیگه. خیلی خیلی این روزها مواظب باشین. من برنامه رقابت لیگ برتر رو گفتم، کلا این هفته رو چطور می‌بینی؟ بازی‌های مهمی داریم، پرسپولیس هست با گلگهر، سپاهان، زبان، مس، آلمینیوم. اصلا خیلی بازی این هفته جذابه، فقط امیدواریم که پرگل هم باشه دیگه. من فکر نمی‌کنم پرگل باشه، به این علت که وقتی حاشیه امنیت مربی و این مجموعه میاد پایین، قاعدتاً به اینجا میرسه که احتیاط دستور اول همه مربی‌ها میشه و شرایطی هم که الان توی لیگ ما وجود داره تقریباً منفک شدن. استقلال و پرسپولیس جدا شدن از یه سری مجموعه، یه مقدار سخت گرفتنشون و حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. لیگ یک اونم چقدر جذابه. ملوان که جز تیمای دوست داشتنی هست، حالا خود شما هم با سایپا امسا شروع کردین توی لیگ یک دیگه و بعدش هم که حالا نشد که همکاری ادامه پیدا کنه، چقدر لیگ یکمون جذابه. یعنی ملوان یه جورایی الان میشه گفتش که تا حدودی صعود کرده به لیگ برتر دیگه و اون هوادارهای دوست داشتنیش. ببینید داستان لیگ یک کاملا متفاوت از لیگ برتر. توی لیگ برتر شما اگه از هفته های ابتدایی یه جایگاهی رو داشته باشید تقریبا میتونید تا انتها حفظش کنید، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته. ولی لیگ یک نیم فصل دوم بسیار مهمتر از نیم فصل اوله. تجربه این چند سال اخیر نشون داده. برای مثال سال گذشته تیم فجر سپاسی و هوادار که صعود کردن به لیگ برتر، نیم فصل رتبهشون پنجم و ششم بود. شاید هیچ کس تصور نکنه که چرا چجوری تیم پنجم و ششم اومد. ثبات خیلی مهمه. تیم ملوان، خب آقای مازیار زاره از بازیکنهای خیلی خوب کشورمون، ملی پوش ما بودن و سال سومی هستن که توی ملوان حضور دارن. تقریبا به یه شناخت خوبی رسیدن از لیگ یک و از تیم خودشون، برطرف کردن مشکلاتش. امسال خیلی خوب پیش رفتن، فکر میکنم یکی از شانسهای صعود مسلم باشن به لیگ برتر. این شایعاتی که در مورد لیگ یک هست خیلی حرف و حدیث همیشه زیاده. خب شما هم کار کردین تو لیگ یک، این حرف و حدیث ها درست هست نیست دیگه؟ مردم هم خودشون در جریان، یعنی میدونن که من چیو دقیقا دارم میگم. من مسائل داوری شروع میشه تا یه سری مسائل که میگم بعضی از نتایج ممکنه که باید خارج از زمین رقم بخوره. اینا واقعیه در مورد لیگ یک؟ آقای اکبری، من به عنوان کسی که خب سال 13امیه که مشغول به فعالیت هستم توی اکثرش هم لیگ برتر، کاملا متفاوته. متاسفانه به خاطر اینکه نظارت ها کمتره روی لیگ یک و بعد رسانه‌ایش هم ضعیف‌تر از لیگ برتر هستش، خیلی اتفاقاتی میفته که اصلا قابل باور نیست. همون اتفاق افتاده که برای شما قابل باور نبوده مثلا باشه. مثلا بحث‌های داوری که در خب اصل قضیه بحث داوریه و کاملا متفاوته. شما اونجا توی لیگ برتر چون رصد میشن، برنامه‌های مختلف میان اینا رو بررسی میکنن، یه مقدار مواظبت ها و دقت ها بیشتره. نمیخوام خدای نکرده بگم که قصد و قرضی و مسئله هستش، ولی دقت خیلی بیشتره توی لیگ برتر. ما خب امسال خود ما هم این آسیب رو بسیار دیدیم. یا تو بحث های سخت افزاری شما تو زمین هایی میدید که اگر واقعا شرایط سلامت بازیکن هم در خطره، چه برسه بخوای یه سبکی رو پیاده کنی توی تیمت، یه الگویی مثلا بخوای پیاده کنی، به جایی میرسی که فقط بازیکن‌ها سلامت بتونن از زمین بیرون بیان. یا بحث‌های حالا لوکیشنیشو که مثلا یه سری پروازها و اتوبوس‌ها یه سفر بازی که شما داری یه سفر رو پرواز داد داری دوباره با اتوبوس باید بری. نه ترسن. همه چیز و خیلی من فکر می‌کنم که باید بررسی بشه، کارشناسی بشه تو بحث لیگ یک. یه سری تیم‌ها شرایط مالی بد دارن
و نیم فصل دوم نمود بیشتری پیدا میکنه مشکلات مالی، طبعا بازیکن دیگه انگیزه ای نداره نیم فصل دوم ادامه بده. مطمئن باشید جدول دوچار مشکلات و تغییراتی میشه، به این علت که خیلی از تیم‌ها بازیکن‌هاشون خب وقتی میبینن اون دستمزدی که حقشون بوده قراردادی بستن نمیگیرن، طبعا انگیزه هاشون کم میشه و یه مقدار تو نتایج تاثیرگذار میشه هفته های پایانی. بچه های گزارش هم به من بدن اون پشت کسی چیزش نشد؟ خب خدا رو شکر مثل که سینی چای بود افتاده انگار صدا سینی میامد. و در مورد خودتون هم صحبت کنیم، شما متولد سال 64 هست، سال 64 همسن هستیم و جز مربیان جوان هستین که حالا هم در لیگ برتر کار کردین هم لیگ یک کار کردین و با مربیای زیادی هم کار کردین، با فراد کاظمی، فراز کمالوند، حمید استیلی فکر کنم، خیلی مربیان زیادی بودن که خلاصه کار کردین. من خودم وقتی شروع کردم جناب اکبری، خب من فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بودم از دانشگاه. چی شد اصلا اومدی سمت مکانیک گرفتی اومدی؟ علاقه ای که من واقعا داشتم به این داستان بود، شاید خیلی از همدوره و دوستای من که خب الان یا از کشور رفتن در مشغول تحصیلن یا هستن داخل کشور جزو نخبه هایی هستن که تو قسمت های مختلف مشغولن. من شدیدن هم من دانشگاه امیر کبیر بودم، دانشگاه امیر کبیر بودیم و انقدر علاقه داشتم که بعد از دوران لیسانسم رفتم طبیعت بدنی خوندم برای روانشناسی ورزش برای فوق لیسانس. واقعا اینو دوست داشتم. من از شاید خب همه کودکی دوست دارن فوتبالیست بشن مثل همه بقیه بچه‌ها، منم هم همینطوری بودم. یه سری مشکلاتی بود که حالا از لحاظ فیزیولوژیک نتونستم این اتفاق بیفته و رفتم سراغ تحقیق. خودم دوست داشتم دستیار همه مربی‌ها وایسم و از هر کدومشون چیزی یاد بگیرم و واقعا اتفاق افتاد. شروع کارم آقای کربکندی بود توی لیگ برتر، آقای رسول کربکندی که انشالله خدا حفظشون کنه هر جا هستن، و خیلی هم ساده شروع کردم. امروز اومدم خدمتشون گفتم که آقای کربکندی من یه جاهایی ممکنه بتونم به شما کمک کنم، چشم چیزایی رو ببینه که ایشون هم پذیرفت. واقعا من ممنونشون هستم در زمان مدیریت آقای انصاری تو تیم راه. هر سال سعی کردم یه چیزی اضافه کنم و به جایی رسید که خب یه بستری مهیا شد برای اینکه خودم سرمربی باشم. اگه بخوام اسم ببرم از آقای کربکنی، آقای عبدالله ویسی، آقای تارتار، آقای استیلی، آقای مجید جلالی، وینگو بگوویچ، آقای کمالوند، آقای فراد کاظمی، با خیلی از مربی هستن کار کردین. و مهرداد و میلاد محمدی هم یه بار مصاحبه کردن و گفتن که مثل که اصلا شما کشفشون کردین، درسته؟ همون موقع خیلی بحث بود که این دوتا برن تیم استقلال و تیم آقای امیر قلعه‌ای، مثل که اینا رو دیده بود خیلی خوشش اومده بود. سالی که آقای حمید خان استیلی سرمربی توی راهم بودن توی یه تستی بود، میلاد البته توی تست ما بودش که خیلی هم جالب بود. میلاد توی نصف زمین تمرین رو داده بودن، حمید خان میمرد داشتیم تمرین راهم بودیم تست میگرفتیم بله، که خودشو نشون داد با. خیلی جالب بود. میلاد میگفت خیلی جا رفتم که نپذیرفتن. مهرداد رفته بود استقلال، من یه روزی رفتم مجموعه ورزشی انقلاب که وزنه بزنیم، من دیدمش از روبرو اومد، دیدم سلام نکرد، گفتم که چرا سلام نمیکنی مثلا، تو باید این چیزا رو یاد بگیر. بعدا فهمیدم مثلا میلاد نبوده، مهرداد بوده، متوجه نشدم. خیلی شبیه. بعد که میلاد اومدم اینا دو تا یکی ان که نمیدونستیم مثلا اینجوری. بعد یه قسمت شد اومدن اونجا. خب حمید خانم خیلی کمکشون کرد، واقعا این بستر رو مهیا کرد، پیشرفت کردن خدا رو شکر. امسال هم که ما شروع کردیم، خب خیلی دیر شروع کردیم متاسفانه، فکر میکنم 17 روز به مسابقات ما تو تیم سایپا شروع کردیم. اوکی و... ما از آن در نمورد سایپا میگه فکرم نمورد مرداد و میلاد دارین همچنان سال خودم که قطر سال ابتداییتون این بود گفتید که امسال به چه صورت بودش. ما خیلی دیر شروع کردیم، یه فرصت آماده سازی یه تیم 6 هفته است، یعنی 42 روز شما زمان لازم دارید که یک تیمی که آماده هستش بره تو مسابقات و شروع کنه به پروسه بدنسازی و بعدم بازی های دوستانه و حالا مسابقات. مثلا تیم ملوان تیمی که همه بازیکناش هم بودن، یه مقداری بازیکنشون اضافه شد، اردوهای خودشون رفتن بازی های دوستی، یا تیم خیبر من میادم 2 ماه زودتر شروع کرده بودن. متاسفانه تو شرایطی که اون روزها برای باشگاه سایپا اتفاق افتاد و این سقوطی که منجر شد به این داستان، 17 روز مسابقات بنده انتخاب شدم توسط هیئت مدیره باشگاه و مدیر عامل. فرصتی برای آماده‌سازی نبود. 23 بازیکن ما از این تیم جدا شده بودن، یعنی شما هیچی نداشتی در واقع. تو اون فرصت کم از موجودیت بازار باید بازیکن می‌گرفتید.
و تیم خیلی خوبی هم هست، تیم سایپا خیلی خوبی بود. متاسفانه اون شرایط آرامش روانی که باید حاکم باشه حاکم نبود برای نتیجه گرفتن. یه سری صحبت‌های دیگه‌ای بود که قرار بود اتفاقات دیگه‌ای بیفته و حالا مدیریت تشخیصشون این بود که شما نباشین. و سوال آخرم در مورد مربیان جوان ایرانی هست. داریم می‌بینیم که کم کم مربیای جوان دارن وارد لیگ برتر میشن، خوب نتیجه می‌گیرن. خودتون بگین که امسال سبک کار کدوم مربی بیشتر پسندیدین؟ جناب اکبری ببینید، اگر قراره که این چرخه تغییری داشته باشه، تولید علم داشته باشه و تزریق یه سری چیزای جدیدتر داشته باشه، بحث اول هر داستانی مدیریته. شما اگر مجموعه‌ای داشته باشی که بهترین مربی‌ها و بهترین بازیکن‌ها رو داشته باشی ولی مدیر ورزشی، نه به معنی این که اون مدیر ورزشی حتما سابقه فوتبال بازی کردن یا این داستان داشته باشه، مدیری که ورزش رو بتونه درک کنه، اگر این مدیر نباشه هیچ موفقیتی برای اون مجموعه نخواهد بود. من اینکه اسم میبرم، حالا خیلی از دوستان دیگه هم هستن، چیزی که به ذهنم میرسه، شما شرایط تیم استقلال رو تو سالیان گذشته دیده بودید که به چه صورت یک مدیر ورزشی که واقعا اشراف داره به همه مسائل فوتبال، امسال به آیا آجرلو تشریف آوردن و شما میبینید چه ثباتی استقلال امسال داره نسبت به سالهای گذشتهش. یا مثلا تو پرسپولیس آقای حبیب کاشانی، شاید سابقه فوتبال بازی کردن آقای حبیب کاشانی نداره، ولی یکی از مدیرایی که همیشه، حالا من افتخار کار کردن باهاشون نداشتم، ولی وقتی میشنوم در موردشون میبینم که این درکه بوده، این شرایطه بوده. اگر بستر برای مربیای جوان مهیا میشه و اون حمایت نباشه، مطمئن باشید اون فشار روانی نمیذاره موفق بشه. اون توی کشورهای اروپایی، شما ناگلزمن که 33 سالش هم هست الان توی بایر مونیخ، فکر میکنید چه شرایط و مراتبی گذرونده؟ یه مالک باشگاه هوفنهایم، آقای دیتمار هوف، اومد پای ایشون وایساد، کمک کرد، حمایت کرد، به جای رسید که باشگاه بایر مونیخ قرارداد 5 ساله بست با ایشون از سال 2021. فکر میکنم بحث اول موفقیت یه تیم، رکن اولش بحث مدیریت، اینکه مدیریت چجوری بتونه حمایت کنه از این مربی. بله، البته بگم مربیای ایرانی خدا رو شکر، خدا رو شکر در چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشتن، ولی در این حال باید به این نکته هم حتما توجه کنن که سخفی وجود نداره در مربیگری، تلاش کنن که هر روز بهتر و بهتر شن. انشالله که بتونیم، ما حتی یه روز برسه که مربی صادر کنیم به خارج از ایران و بتونن لژیونر بشن کار کنن. خیلی ممنون آقای اخوری عزیز، متشکر از اینکه تشریف بردیم. سلامت باشید، قربون شما برم، شما محبت کردید. در مورد فقط یه سوالی هم پرسید، لیگ ایران امسال و لیگ برتری که هستش و بازی که هستش، من نسبت به عملکرد استقلال پرسپولیس خوشحالم که بعد از مدت‌ها جفتشون توی کورس قهرمانی هستن و این برای فوتبال ملیمون بهتره و حالا مطمئناً یکی از این دو تیم قهرمان میشه و فکر میکنم که حالا با شناختی که از این دو تیم، از مربی‌های دو تیم و هوش آقای یحیی دارم، من فکر میکنم که پرسپولیس و یحیی، من میگم پرسپولیس قهرمان میشه. بله، خیلی ممنون، متشکر. بریم خوب یا بد رو بشنویم با صدای سینا شبانخانی عزیز همراه برنامه سلام صبح بخیر باشید. بفرمایید.